به نام خدا با سلام و درود خدمت یکایک آرادی های عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه سوالی رو در رابطه با مشتریان ریل و فیک خیلی از دوستان از ما میپرسن، اینکه راهکارهایی که در جلسه قبل ارائه شد چجوری اینها رو بتونیم در واقع منسجمتر کنیم و سریعتر نتیجه بگیریم. در وبسایت شما زمانی که یک مشتری وارد میشه و درخواست همکاری با شما داره، سه بخش رو شامل میشه، یعنی سه تا گزینه وجود داره که این مشتری شما میتونه انتخاب کنه. گزینه اول خرید محصوله، در واقع مشتری شما تصمیم داره که از شما محصولات شما رو خریداری کنه. حالت دوم حالت پذیرش نمایندگی، بسیاری از مشتریان شما، افرادی که وارد وبسایت شما میشن، تصمیم ندارن که همین الان لحظه ای محصول رو خریداری کنن، بلکه به این فکر هستن که آیا راهکاری وجود داشت که با شما بتونن همکاری کنن یا نه. وقتی میبینن که شما حتی میتونید به اینها نمایندگی اعطا کنید، اینها خیلی علاقه‌مند میشن و دوست دارن که نمایندگی شما رو داشته باشن. لذا در این صفحه میان گزینه پذیرش نمایندگی رو براتون انتخاب میکنم. و در گزینه آخر بحث سرمایه گذاری تجاریه، بسیاری از مشتریان شما نه درخواست نمایندگی دارن نه درخواست محصول دارن، ولی وبسایت شما رو دیدن، مطمئن هستن که شما واقعا کننده اید، به عنوان یک تاجر شما رو میشناسن، قبولتون دارن و پولهای دستشونه و حوصله کار کردن هم ندارن، حاضرن یک شرایطی رو برای اونها ایجاد کنید و اینها سرمایه گذاری کنن و از سودی که در واقع به وجود میاد بهره مند بشن. بسیاری از شما خب پلن هایی دارید برای بحث سرمایه گذاری، اینکه مشتری حالا پول هاشو در اختیار شما بذاره، برای تأمین کالا میتونید ازش استفاده کنید، یا استراتژی های دیگه ای داشته باشید که بتونید از سرمایه مشتری استفاده کنید و یک سودی در واقع عاید این عزیزان بشه. اگر هم حتی راهکار نداشتید، حتما با مشاورهای مجموعه رو بندینگ ارتباط بگیرید، راهنماییتون میکنن که چه ایده هایی وجود داشته باشه، چه مدل هایی میتونید سرمایه گذاری کنن این افراد تا در کسب و کار خودشون موفق بشن. پس این سه حالت رو در نظر بگیرید. گروه اول مشتریان شما هستن که از شما جنس میخوان، گروهی هستن که میخوان نمایندگیتون رو بگیرن. یعنی چی نمایندگی؟ من یکم بیشتر حتی براتون باز میکنم. افرادی که میخوان تو شهرهای خودشون محصول شما رو بفروشن، اما در حال حاضر به شیوه مدرن کار نمیکنن. یعنی اینطور نیست که اینها هم وبسایت هایی داشته باشن به سراسر کشور بخوام باری رو توزیع کنن، نه، اینها میان دنبال محصول میگردن و شما رو پیدا میکنن، در نتیجه از شما تقاضای جنس میکنن، تقاضای اون کالا رو میکنن تا بتونن به صورت مویرگی روابطی کارو دارن در شهر خودشون و همون سبک بازاریابی سنتی، بازارهایی در اختیارشون هست که بتونن محصول رو به اون حالا بازارهای خرد عرضه کنن و یه سودی نصیبشون بشه. لذا از این گروه هم میتونید استفاده کنید و گروه انتهایی گروه سرمایه گذاران هستن که پیشنهاد میکنم با اینها خیلی خوب و حرفه‌ای کارتون رو پیش ببرید، چرا که این گروه بزرگان اقتصادی کشور هستن و خیلی راحت تر میتونن با شما همکاری کنن. دوستتون دارم، تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علی روز بر شما خوش.